با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان و با عرض درود و سلام خدمت تک تک شما عزیزان و همراهان گرامی، خیلی متشکرم که مثل همیشه با ما این و با این همه کامنت زیبا از ما حمایت میکنید. خب چند روز پیش داشتم تو اینترنت میچرخیدم که توی کانال ضد اسلام و ضد انقلاب دیدم یه تصویر از رهبری رو گذاشتن و با حالت کنایه نوشته بود غذای ساده رهبر، و بعدش تحلیل کرده بودن که این غذای رهبره و اون همه ادعای مرندی پزشکی رهبره دروغه. براتون عکسی که گذاشته بود رو میذارم. وقتی عکس رو دیدم نمیدونستم جلوی خندم رو بگیرم یا جلوی اون احساسی که درونم بود. اولا که این عکس رو سایت خود رهبر منتشر کرده و چیزی به نام افشاگری و این اتفاقات نیست آقا. در ثانی این کجاش غذای شاهانه و لاکچری هست؟ برای شخصی که با اختلاف قدرتمندترین و با نفوذترین شخصیت جهان اسلام و البته خاورمیانه هست، این غذا رو میگی لاکچری؟ خوشحالم که ساده زیستی سید علی جوری بوده که یه زرشک پلو و نون و سبزی تو افطاری از دید دشمن یه غذای لاکچری محسوب میشه. مثلا برای دشمن عجیبه که رهبر یه صندلی رو 20 سال استفاده میکنه و به جای دور انداختنش اون رو مرمت و رنگامیزی میکنه. براشون عجیبه که رهبر لباسهاشون از ساده ترین و ارزون ترین پارچه هاست. عینکشون نه تنها لاکچری و مارک نیست که تعمیری هم هست. جالبه بدونین این عکس صدای عرب زبانها رو در آورده و با انتشارش به حاکمین کشورهای عربی توپیدن. بعد براندازا از اون برای انتقاد از رهبر استفاده میکنن. همینقدر تباه. خب همونطور که در جریان هستید فیلم مارمولک به تازگی بعد از 20 سال از تلویزیون پخش شد. جالبه که نظر رهبر رو هم در مورد این فیلم بشنویم. الان ما با هیچ کس نمیتونیم شوخی کنیم. با کی شوخی کردید؟ با هر کی شوخی کنیم میکشه دادگاه آقا جواب. با هر کی. با خود تلویزیون شوخی کردیم نصفشو بخش کردن. که دیگه با قرار بوده اینا از همه آزادتر. علارغم اینکه تو همین سریال لیسانس‌ها ما تا دلمون خواست شوخی کردیم. ولی جامعه امروز ما احتیاج به این شوخیه داره. این خانواده‌ها رو یه خود لبخند میاره گوشه لبشون. بعد فضای خود باستر باشه بتونیم شوخی کنیم، بپذیریم که داریم شوخی میکنیم، دشمنی نمیکنیم. ولی آجا اینجوری نیست، اینجوری نگاه نمیکنیم. نه من معتقدم باید شوخی کنیم. من به پلیس هم گفتم یه وقتی چند سال پیش از این یه سریالی بود، فیلمی بود، چی بود که نیرو انتظامی اعتراض کرده بودم، بهشون گفتم بی خود اعتراض میکنم. به آقایون علما سر اون قضیه چی بود اون که چی ساخته بود؟ مارمولک تبریزی ساخته بود. من با آقایون گفتم که شما به جای اینکه اعتراض کنید استقبال کنید، بگید دست درد نکنه که نشون دادی که آدمایی میان لباس ما رو به ناحق میپوشن. این چیز خوبیه. نه من عقیدم اینه که شوخی کنید، منتها شوخی مؤدبانه باشه. یعنی باید شوخی مؤدبانه باشه، خلاف حق نباشه، توش هتک نباشه، اما شوخی باشه ایب نداره. خیلی ما مجوز گرفتیم شوخی گرفتید کنیم. بله برید برید شوخی کنیم. یه عده اما سعی میکنن فضای جامعه رو بسته نگه دارن و مخالف خوشحالی مردم هستن و این رو دشمن به پای حکومت حساب میکنه. آیه یک سوره حجرات میگه ای کسانی که ایمان آوردید در هیچ کار بر خدا و رسول تقدم مجوید و از خدا پروا کنید که خدا شنوا و داناست. الانم یه عده دارن کاسه داغتر از آش میشن و سعی میکنن از رهبر انقلابی تر باشن. میگم تا بحث گرونی انرژی هست این تیکرم داشته باشید. یعنی این حرکت برای 23 هم قفل بود خدایی. 5 دلیل که حس خوب نسبت به گرونی بنزین داشته باشیم. اینم از وضعیت فرانسه که با تمدن وقتی روغن خوراکی ته میکشه. Thank you.
حالا اگه تو ایران مردم صف ببندن میگن که ببین دولت بیورزه است که کالا به اندازه وارد نمیکنه، اگه صف نبندن میگن ملت پول نداره بخره. خیلی ازتون ممنونم که تا انتهای این ویدیو مثل همیشه با کانال سرخط همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنین و منتظر نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون هستیم. تا یه ویدیو دیگه در پناه حق باشین.